دست‌لرزه‌های یک افشاگری، واکنش مجلس نمایندگان آمریکا به گزارش ایران اینترنشنال درباره شبکه لابیگری پنهان جمهوری اسلامی در غرب، ابعاد جدید از ارتباط آریان طباطبایی با وزارت خارجه ایران، رئیس دفتر معاون وزیر دفاع آمریکا در تهران چه می‌گفت؟ کمتر از 24 ساعت زمان کافی بود تا افشاگری ایران اینترنشنال درباره شبکه لابیگری جمهوری اسلامی در آمریکا توجه مقام‌های ارشد دولتی را جلب کند. گزارشی درباره شبکه‌ای از ایرانیان مقیم آمریکا و اروپا که از 10 سال پیش وزارت خارجه جمهوری اسلامی تلاش کرد تشکیل دهد و از آنها برای تبلیغ سیاست‌های نظام در خارج از مرزها استفاده کند. شبکه موسوم به جوانان که حتی به درون دولت بایدن هم نفوذ کرده. سه دستیار رابرت مالی، نماینده دولت بایدن در امور ایران، عضو این شبکه بودند. ساعاتی پس از انتشار گزارش، توجه محافل دیپلماتیک واشنگتن به این موضوع جلب شد. به ویژه درباره آریان طباطبایی که 15 ماه عضو تیم رابرت مالی بود و حتی در مذاکرات احیای برجام شرکت می‌کرد. او در حال حاضر رئیس دفتر معاون وزیر دفاع آمریکاست. رئیس کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان آمریکا و رئیس کمیته فرعی اطلاعات نظامی این مجلس در نامه به وزیر دفاع ایالات متحده درباره تایید صلاحیت امنیتی آریان طباطبایی هشدار دادند و گفتند صلاحیت هر کسی با این سطح از روابط تنگاتنگ با جمهوری اسلامی باید رد شود. پنتاگون اما با دفاع از استخدام آریان طباطبایی اعلام کرد سوابق او به دقت مورد بررسی قرار گرفته. وزارت دفاع به این سوال فریبیکن که آیا از روابط آریان طباطبایی با جمهوری اسلامی خبر داشتند یا نه جوابی نداد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت بیشتر افراد نامبرده در این گزارش مسئولیتی در دولت آمریکا ندارند و یکیشان که در دولت کار می‌کند بعد از تحقیقات دقیق مجوز امنیتیش را دریافت کرده. اشاره او به آریان طباطبایی بود. او گفت این فرد از وزارت خارجه خارج شده و به وزارت دفاع پیوسته. سناتور جمهوری‌خواه تد کروز در واکنش به این افشاگری مدعی شد دولت بایدن قراردادهای هسته‌ای محرمانه ای را با رژیم ایران امضا کرده که از دید کنگره مخفی مانده. او گفت گزارش‌های اخیر از عملیات‌های نفوذ گسترده رژیم ایران نشان می‌دهد که به آنها امتیازاتی داده شده که به پیشرفت هسته‌ای و تروریسم کمک کرده. به گفته کروز آمریکایی‌ها به درستی می‌پرسند که چرا دولت بایدن تا این حد با رژیم ایران دوست است. به رغم دفاع وزارت دفاع آمریکا از استخدام آریان طباطبایی، بخش دیگری از ایمیل‌های افشا شده نشان می‌دهد که او روابط بسیار نزدیکی با وزارت خارجه جمهوری اسلامی داشته. او در این ایمیل از زهرانی تشکر کرد، مدیر کل دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی و مغز متفکر جمهوری اسلامی برای تشکیل شبکه جوانان. او در ایمیلی دیگر خواستار دیدار با این مقام ارشد وزارت خارجه شد برای ادامه ترش در همکاری با دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت خارجه. زهرانی هم در پاسخ برای شنبه یا یک شنبه با او قرار می‌گذارد. آریان طباطبایی دختر جواد طباطبایی، استاد دانشگاه و پژوهشگر فلسفه است که اسفند ماه گذشته در آمریکا درگذشت. خانم طباطبایی نه تنها درباره دعوتش به عربستان سعودی و اسرائیل با وزارت خارجه ایران مشورت می‌کرد، بلکه حتی پیش از سخنرانیش در کنگره درباره برنامه هسته‌ای هم به زهرانی ایمیل زد و او هم ایمیل را برای جواد ظریف فرستاد. من قرار شده برم به کنگره برای صحبت راجع به برنامه هسته‌ای. در روزهای آینده مزاحمتون میشم، چون هم ویل و هم گری نظرشون در مورد ایران مساعد نیست. کمی مشکل خواهد بود. علی واعظ، تحلیلگر ارشد در گروه بین‌المللی بحران، در واکنش به گزارش ایران اینترنشنال خود را تحلیلگری بی‌طرف خواند. در جلد دوم از کتاب شش جلدی راز سر به مهر درباره مذاکرات هسته‌ای، جواد ظریف نوشته که نسخه‌ای از پیشنویس اولیه توافق را در اختیار اعضای فعال گروه بین‌المللی بحران قرار داد تا برای لابیگری زمینه‌سازی شود. حالا در شرایطی که عدنان طباطبایی مدعی شده بود تمام ایمیل‌های افشا شده جعلی است، علی واعظ از گروه بین‌المللی بحران تلویحاً اصالت ایمیل‌ها را تایید کرده، اما گله کرده که چرا این ایمیل‌ها 10 سال بعد منتشر شده. او در یکی از پست‌هایش به انتشار مقاله چند وچی و روبیکونه درباره مذاکرات هسته‌ای اشاره کرده، عبارتی که در واکنش یک چهره امنیتی در جمهوری اسلامی هم دیده شده. حسام الدین آشنا، مشاور سابق روحانی و معاون پیشین وزارت اطلاعات، در حساب کاربریش در شبکه ایکس نوشت مکه اب روبیک بازان بدانند که گروه بحران از هر دو طرف ایران و آمریکا متهم به همکاری با طرف مقابل شده. این سند از بسته اجرایی وزارت خارجه ایران در اسفند ماه سال 91 در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی منتشر شده. در این سند که نقشه راه وزارت خارجه برای 3 سال بوده، تا
تقویت و تعامل با لابی‌های موفق جمهوری اسلامی جزو اهداف اصلیش معرفی شده و قرار بوده تا پایان سال 94 لابی‌های ایران در غرب 100% فعال شود. افشای شبکه جوانان نشان می‌دهد که فعال شده. جذب ایرانیان مقیم آمریکا و اروپا به نفع جبهه انقلاب. مشتبه پور محسن، لندن.